نجفی تهرانی با شما شروع بکنیم. من اولین بار هست که مهمان روحانی دارم، شما رو حجت الاسلام خطاب بکنیم. آقای نجفی تهرانی کدوم راحت ترین؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان برنامه جناب آقای تورج، دکتر تورج عطابکی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز. هر طور که شما صلاح میدونید ما خودتون کدوم راحت ترین؟ خیلی دربند الفاظ و القاب نیستیم. بله پس من شما رو بفرمایید. بله میگه یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آن چرا جانان پسندد. هر چی شما بفرمایید. پس همون آقای نجفی تهرانی شما رو صدا میکنیم و گفتگو رو با شما شروع میکنم. آقای نجفی، چرا شرایط موجود مطلوب نیست؟ چرا به گواه خیلی ها نظام غیر دموکراتیک است؟ حتی صحبت های عالی ترین مقامات سیاسی در ایران هم، نمایندگان مجلس، مقامات دولتی این رو تایید میکنه. چرا این شرایط الان هست؟ خدمتتون عرض بکنم که در رابطه با اینکه وضعیت موجود مطلوب نیست، این چیزی هستش که در جامعه ما کاملا قابل درکه و هر کسی که توی خیابون‌ها را بره، توی بازار را بره، توی کوچه و بازار حرکت بکنه، می‌بینه که واقعاً ما در یک وضعیت مطلوبی قرار نداریم. من اگر بخوام یک لیستی رو از مشکلات موجود کشور مطرح بکنم، یک لیست بسیار طولانی و بلندبالایی میشه که اگر بخوام همه رو بگم، ولی خب من فقط به چند مورد از اونها اشاره می‌کنم. الان وضعیت ما طوری هستش که حدود 33% جمعیت ایران دچار فقر مطلق هستن، که این آمار البته مال سال 96ه، که خط فقر ما حدود 4 میلیون تومان بوده در سال 96 در مناطق شهری. خدمتتون عرض بکنم مورد بعدی این که حدود 6-10% جامعه الان در مرحله خط گرسنگی هستن. خط گرسنگی یعنی اینکه درآمدشون انقدر پایین هستش که حتی مایحتاج غذایی روزمره خودشون رو هم نمیتونن تامین بکنن. ما الان حدود 10 میلیون بی سواد داریم که 3.5 میلیون اونها بی سواد مطلق هستن، یعنی به هیچ وجه خوندن و نوشتن بلد نیستن. که حالا اگر بخوایم وضعیت مدارس کشور رو بگیم، که وضعیت ساختمان‌هایی که در کودکان و نوجوانان در مدارس تحصیل می‌کنن عمدتاً ساختمان‌های فرسوده‌ای هستش، در مناطق روستایی هم که حتی در زیر درخت و یا در کپرها دارن در بعضی مناطق تحصیل می‌کنن. اگر خدای نکرده تو هر شهری یه زلزله بیاد، یکی از مناطقی که بیشترین خسارت بهشون میخوره و یکی از مراکزی که بیشترین خسارت بهشون میخوره مدارس ما هستن. بحث آزادی‌های سیاسی، فردی و اجتماعی و عقیدتی متأسفانه برخلاف قانون اساسی محترم شمرده نمیشه، که ما در یکی از اصول قانون اساسی داریم که باید بهش توجه بشه، ولی این هم مورد توجه مسئولان نیست. وجود فساد در همه دستگاه‌های کشور، این هم چیزی هستش که ما به طور روزمره حتی در رسانه‌های داخلی شاهد اون هستیم که افراد و اشخاص مختلف اختلاس‌های میلیاردی انجام میدن و متأسفانه به خاطر نبود نظارت یا ضعف نظارتی هنوز این وضعیت وجود داره. آخرین موردی رو که من بخوام خیلی کوتاه براتون عرض بکنم، که همین فروش دلار به اصطلاح 4200 تومانی بود که یک رانت چند میلیارد دلاری برای یک عده ایجاد کرد و یک عده با همین دلار 4200 تومانی اجناسی رو وارد کردن، ولی متاسفانه بخشش رو یا انبار کردن یا به قیمتی فراتر از اون قیمتی که باید میفروختن فروختن. چرا الان این تمام این مشکلاتی که شما به خیلی کوتاه بخشش رو اشاره کردید، 40 سال بعد از نظامی که وعده ها و آرمان هاش که اتفاقا روحانیون هم در صدرش بودن، در صدر اون انقلاب میگذره و تمامش برعکس شده، چرا؟ خب علل مختلفی داره. من اگر بخوام که عرض کنم خدمتون، اونها شما میفرمایید که نظام غیر دموکراتیکه. قبول دارید که نظام غیر دموکراتیک است؟
حالا اجازه بدید من توضیح بدم، بعد تو توضیح من شما متوجه میشید که منظور من چی هستش. بفرمایید. خب خود مسئولین نظام که معتقدن که ما یک نظام مردم سالار دینی هستیم و حتی میتونیم خودمون رو به عنوان یک الگوی منطقه‌ای یا بین المللی به دیگر کشورها معرفی کنیم. اما من اگر بخوام شاخص برای اینکه این مسئله رو بیشتر توضیح بدم، ما باید ببینیم ارکان یک نظام دموکراتیک چی هستش. اول اگر این رو ما متوجه بشیم، بعد مطابقت میدیم با وضعیت موجود نظام جمهوری اسلامی، ببینیم این ارکان نظام دموکراتیک الان در این نظام چطور داره عمل میکنه، آیا درست داره عمل میکنه، آیا ناقص عمل میکنه. یکی از ارکان دموکراسی یا مردم سالاری قانون اساسی است. ما قانون اساسی داریم، اما متاسفانه به بسیاری از بندهای قانون اساسی عمل نمیشه و همینطور قسمتهایی و در بخشهایی از قانون اساسی تناقضاتی وجود داره و بعدها این اصلاحاتی هم که حتی انجام شد، به جای اینکه قانون اساسی ما دموکرات تر بشه، یک قانون اساسی بسته تر شد و اختیاراتی مثلا به شورای نگهبان داده شد که شورای نگهبان امروز میتونه یک نماینده رو رد، یک کاندیدایی که میاد برای نمایندگی مجلس رد صلاحیت کنه یا برای ریاست جمهوری رد صلاحیت کنه، در حالی که در ابتدا تا دهه اول انقلاب این چیزی که به اسم نظارت استصوابی مشهور شده ما نه در قانون اساسی داشتیم و اجرا نمیشد و طبیعتا اون موقع افراد شایسته تری میتونستن به مجلس راه پیدا بکنن. و در مرحله دوم بحث خود مجلس و پارلمانه که حالا من با نقصش رو، یکی از نواقصش رو که بسیار هم مهمه و خود نمایندگان مجلس هم همین در یکی دو روز گذشته، یکی دو تا از نماینده های مجلس در نطق به اصطلاح روزانه خودشون مطرح کردن، بحث نظارت استصوابی بود که این الان یک بحث فراگیری هست در بین نخبگان سیاسی داخل کشور که بالاتفاق معتقدند که باید نظارت استصوابی برداشته بشه تا افرادی که واقعا شایسته تر از نمایندگان امروز در مجلس هستند. بحث ارکان رکن سوم دموکراسی احزاب و گروه ها هستند. ما الان چه حزبی داریم که یک حزب فراگیر باشه، یک حزبی باشه که واقعا در تمام طول سال فعال باشه، یک حزبی باشه که یک جمعیت میلیونی عضو اون حزب باشن، یک حزبی باشه که وضع درآمدش، وضع هزینه هاش مشخص باشه، یک حزبی باشه که مورد قبول مردم باشه. ما احزابمون الان و گروه هایی که حالا اسمی ازشون هستش، عمدتا احزاب و گروه هایی هستن که خیلی به اصطلاح تعداد جمعیتشون شاید بعضی وقتا به اندازه انگشت دو تا دست هم نمیرسه. بذارید من بس چهارم دموکراسی بفرمایید. اینم عرض کنم. رکن چهارم دموکراسی مطبوعات و رسانه‌های آزاد هستند. اگر مطبوعات و رسانه‌های ما آزاد نباشن، اگر نتونن مشکلات رو درست مطرح بکنن، اگر نتونن انتقاد بکنن، اگر دائما تحت فشار باشن، اگر دائما تحت سانسور باشن، مطمئن باشید که هیچ نظامی که مطبوعاتش رو و رسانه‌هاش رو محدود بکنه، ما نمیتونیم به این نظام بگیم نظام دموکراتیک. ما الان رسانه تصویری و صوتی مستقلی نداریم، یک رسانه ملی داریم که در اختیار حتی دولت هم نیست، یعنی حتی دولت هم نمیتونه نسبت به رسانه ملی یک در اختیار دولت باشه و بتونه موضعش رو پیش ببره. مطالب رو منعکس کنه.